سازمان عفو بین الملل خواستار ایجاد سازوکار مستقل بین المللی برای تحقیق و پاسخگویی در قبال نقض حقوق بشر و جرائم جنگی در افغانستان شد. عفو بین الملل گفته این سازوکار باید شواهد نقض حقوق بشر را جمع آوری، تحلیل و حفظ کند تا مسیر پاسخگویی در آینده فراهم شود. این سازمان روز چهارشنبه 28 شهریور با انتشار بیانیه افزود که این سازوکار باید با نهادهای قضایی ملی و بین المللی همکاری کرده به ویژه به جنبه های جنسیتی نقص های حقوق بشر توجه کند این سازمان تاکید کرده است که نقش مدافعان حقوق بشر به ویژه زنان در این روند حیاتی است و باید از مشارکت آنها در این روند حمایت شود افه بین میگوید: می گوید طالبان با بازگشت دوباره به قدرت حقوق زنان و دختران را سرکوب کرده و این گروه مرتکب شکنجه، بازداشت اجباری و مجازات غیر قانونی شدند. این نهاد بین الملل می گوید این رفتار طالبان می تواند به عنوان جنایت علیه بشریت تلقی شود سازمان یاد شده هشدار می دهد که مسئولیت از مجازات برای جنایات جنگی و دیگر نقض های حقوق بشر در افغانستان از دهه ها پیش ادامه داشته و باید برای توقف این چرخه اقدام شود